اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع ندائي إذا ناديتك واسمع دعائي إذا دعوتك واقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند عبادات همه ما و شما رو به احسن وجه بپذیرد برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح و نافداه و تعجیل در ظهور با برکتشون صلوات عنایت کن. توفیقی داشتیم آیات سوره مبارکه احزاب رو در این برنامه در محضر شما توضیح می دادیم. امروز آیه 49 رو محسش رو مطرح میکنیم. منتها قبل از اون یه نکته ای رو بگم و اون این که در سوره احزاب اگر ملاحظه فرموده باشید این آیاتی که داریم بحث میکنیم تقریبا به صورت منظم خداوند گاهی میفرماید یا ایها الذین آمنو، گاهی میفرماید یا ایها النبی، یعنی بعضی از این آیات خطاب به پیغمبره، بعضی به مؤمنین. اگر ملاحظه بفرمایید آیه 41 یا ایها الذین آمنوا اذكروا الله ذکرا كثيرا، دوباره آیه 45 یا ایها النبی انا ارسل، اول یا ایها الذین آمنوا بود بعد یا ایها النبی. دوباره آیه‌ای که امروز داریم بحث میکنیم آیه 49 یا ایها الذین آمنوا، اما آیه 50 یا ایها النبی. این در واقع شیوه ای است که قرآن کریم دارد. باز میاد جلو تو آیات بعدی یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، به همین شکل در واقع خطاب خدا تو قرآن گاهی به تو این سوره به مؤمنین، گاهی به پیامبر یا ایها الذین آمنوا، بعضی اوقات یا ایها النبی. این یه نکته. اما آیه‌ای که امروز بحث می‌کنیم راجع به عده طلاق هست. عزیزان می‌دونید خب یکی از اموری که در اسلام قرار داده شده که حالا روش بحث می‌کنیم یه قدری بحث طلاق هست. به هر دلیلی ممکنه یک خانواده‌ای نتونن با خانواده دیگه با هم کنار بیان و منجر به طلاق بشه. وقتی طلاق صورت میگیره چند قسمه. گاهی طلاق تو عقد بستگیه که متاسفانه الان بعضی از خانواده‌ها به این شکل هست، یعنی عروسی نکردن، زندگی مشترک ندارن، تو عقد بستگی است. خب این آیه میفرماید اگر کسی با زنی ازدواج کرد و ارتباط صرفا ارتباط ازدواج بود و عروسی نبود و طبیعتا
اینها به تعبیر امروزی ها عقد بسته بودن، فقط این طلاق عده نداره، نیازی نیست که اون خانم عده نگه داره. اما اگر نه زندگی مشترکی رو داشتن، ارتباط با هم داشتن، خب در مورد اون زن عده هست که باید عده نگه داره. باز اگر زنی در واقع دورانی طلاق داده بشه که دیگه دوران عادت ماهیانش تمام شده، به تعبیر امروزی یائسه شده، اونم همینطور عده نداره. میدونید اصلا فلسفه عده در اسلام، چون بعضی ها این رو اشتباه فکر میکنن، میگن مثلا به خاطر بچه دار شدن و اینهاست، گاهی هم میپرسن میگن خب میریم یه سونوگرافی، یک آزمایشگاهی تشخیص میده این خانومه که مثلا دیروز طلاق گرفته بچه نداره، به چه دلیلی باید عده نگه داره؟ یا حتی تو ازدواج موقت که اونجا هم نصف ازدواج دائم عده داره. عنایت بفرمایید، بحث عده فقط بحث حفظ نسل نیست، گرچه اینم میتونه باشه، هست، هم در گذشته هم در امروز گاهی ممکنه اشتباه بکنن، بالاخره این فرزند داشته باشه از این آقا، ولی یه بخش عده بخش عاطفیه. ببینید مردی که زنش رو طلاق میده تو این 3 ماه تقریبا که حالا کم و بیش داره با اون دستوراتی که توی رساله ها اومده، ممکنه برگرده، ممکنه پشیمان بشه. به همین دلایل هم توی طلاق رجعی کسی که زنش رو طلاق میده از خونه نمیتونه بیرونش کنه، طلاق گرفته داره تو خونه خودت زندگی میکنه، غذا میخوره، رفت و آمد میکنه، ممکنه بالاخره یه وقتی به هم جذب بشن، با هم صحبت کنن، واسطه ها بیان. خیلی از طلاقهای رجعی منجر به بازگشت شده. اینو وقتی اشتباه نکند که صاحب بگید عده فقط به خاطر مسئله فرزنده، نه، میتونه حکمتش حفظ نسل باشه، میتونه در واقع حکمتش جنبه تحکیم خانواده باشه، بلکه این خانواده شما معامله توی من به اصطلاح بیعی یا شرایی، خرید و فروشی هم که انجام میدید، به محض اینکه شما میگی فروختم یا خریدم، میگن معامله انجام نمیشه، خیار مجلس دارید. یعنی تا اونجا نشستید 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت تو بنگا میتونی به همش بزنی، با اینکه عقد خونده شده، اما خیار مجلس داره، ممکنه بتونه چرا اینو گذاشتن. پس ببینید علت عده یه بخشش بحث تحکیم خانواده است که در اینجا ذکر شده. و همچنین عده وفات، ممکنه یک کسی بگه آقا شوهرش از دنیا رفته، خب عده وفات که دیگه سن و سالم نداره، باید 4 ماه و 10 روز صبر کنه. این اصلا بحثش بحث نسل نیست، اصلا ممکنه این خانم 70 سالشه 80 سالشه، شوهرش از دنیا رفته، یا نه این خانم اصلا مثلا فرض کنید بچه دار نمیشه. بحث اون روابط عاطفی است. حالا یک کسی که شوهرش فوت میکنه 4 ماه و 10 روز اگرم قرار ازدواج کنه، ملاحظه کنه تعلق خاطر به اون مرد داره، میخواد براش عزاداری بکنه، حتی نباید، یه احکامی است به نام احکام هداد، آرایش نکنه بیرون از خونه، اون جایی که مناسب شأنش نیست نره. بحث عده رو اشتباه نکنن کسی فکر کنه فقط برای موضوع فرزنده، نه، بحث‌های عاطفی است، بحث تحکیم خانواده است. به هر حال این آیه رو امروز معنا میکنیم، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا، اذا نکحتم المؤمنات، اگه با یه زن مؤمنی ازدواج کردید، به هر دلیلی نتونستید زندگی کنید، اختلاف پیش اومد، ثم طلقتموهن، اون زن رو طلاق دادید، من قبل ان تمسوهن، توی دورانی است که صرفا عقد خوانده شده، رفت و آمد بوده، ارتباطتون ارتباط در واقع این گونه بوده، فما لکم علیهن من عده، این خانم دختر، عده نیاز نداره، فما علیکم، فما لکم علیهن، برای شما بر عهده اون زن عده نیست که تعتدونها، بخواد عده نگه داره، نه، اگر کسی توی این شرایط جدا شد عده نداره. بعد قرآن می فرماید، البته حالا بحث امروز من اصلیش اینه،
فمتعوهن، کسی که زنی رو طلاق میده، البته اینجا الان بحث طلاق عقدبستگی است، فمتعوهن، دو تا معنا کردن این متعوهن، یکی یعنی مهریه شو بدید، دور نزنید، نگو اینقدر اذیتت میکنم تا بگی مهرم حلال جونم آزاد، نه متعوهن. یه معناش هم که بعضی مفسرین گفتن نه این غیر از مهریه است، یعنی هدیه‌ای بدید با خوشی با ناراحتی از شما جدا نشه اون زن، حالا به هر دلیل نتونستید با هم زندگی کنید. و سرهوهن سراحن جمیلا، بحث امروز من رو این عبارته، زنی رو اگه میخواید طلاق بدید زیبا طلاق بدید. سرهوهن سراحن جمیلا، من یه توضیح بدم، 7 مرتبه تو قرآن کلمه جمیل آمده، جمیل یعنی زیبا، یه بارم کلمه جمال اومده تو یک آیه مربوط به بحث دیگریست. بحث جمیل مثلا قرآن میفرماید هجرن جمیلا، اگر قرار از کسی جدا بشی زیبا جدا بشید، قهر قراره بکنی، فوش و ناسزا و کتککاری نکنی. پیغمبر صفح جمیل، اینا تو قرآن هست این موارد. یکی هم طلاق زیباست، مگه ما طلاق زشتم داریم؟ بله، فوش، کتککاری، ناسزا، عرض میکنم اینا، خب حق همدیگر رو نادیده گرفتن، زن رو عرض میکنم تو این داستان مظلوم قرار دادن، نه. سرهوهن سراحن جمیلا، قابل توجه دادگاه ها، عزیزانی که به هر دلیلی مجبور به طلاق میشن، که حالا من بحث میکنم امروز، قرآن تعبیرش راجع به سراح و طلاق جمیلاست، زیبا. اجازه بدید یک کمی برگردیم به عقب، تو آیات دیگه یه قرآن اینو بحث کنیم، تقاضا میکنم اینو نگاه دقت کنید، بعد ملاحظه کنید. سوره بقره آیه 229، که کاش این دوتا کلمه آیه تو دادگاه های ما تابلو بشه. آیه 229 قرآن میفرماید اونایی که ازدواج میکنید، اولین توصیه ما اینه فامساکن به معروف، امساک یعنی نگه داشتن، زنتون رو نگه دارید با هم زندگی کنید، امساکن به معروف، این اولین توصیه است. و الا تو روایات داریم الطلاق یهتز منه العرش، عرش خدا از طلاق میلرزه. ولی خب ببینید خدا که نمیتونه، حالا اومده یه خانواده دو تا، خب نتونستن با هم بسازن، نمیشه راه رو ببنده. طلاق حلال مبغوزه، ولی چیزیه که به هر حال یه راهکار، گاهی چاره ای نیست. من الان داستاناش هم براتون میگم. خوب این آیه رو دقت کنید، بعد قرآن رو باز کنید ببینید، سوره بقره آیه 229، فامساکن به معروف، زنتون رو نگه دارید، خوبم با هم زندگی کنید. اگه قرار شد طلاق بدید، او تصریحون به احسان، طلاق با احسان باید باشه. این چیزیه که تو جامعه امروز فراش مراموش شده، طلاق با احسان نیست، با دعواست، با نزاست، با درگیریه. تصریح جالبه، تو امساک نمیگه احسان، میگه معروف، اینجا میگه احسان، احسان از معروف بالاتره. میگه با زنت میخوای زندگی کنی با معروف، طلاق میخوای بدی با احسان. عزیزان اهل علم تو جلسه هستید، واژه رو دقت کنید، امساکن، فامساکن به معروف، زندگیتون زندگی خوبی باشه با هم، اما طلاقتون با احسان باشه، او تصریحون به احسان. این یک آیه. آیه دیگر سوره نساء آیه 30 و 31، قرآن میفرماید اگر زنتون رو طلاق دادید، همسر دیگه ای اختیار کردید، حق ندارید حق زنو بخورید، حق ندارید مالشو بهش نپردازید، حق نداری بگی اینقدر نگهت میدارم که موهاتم مثل دندانهات بشه. این چه حرفیه؟ این چه استدلالیه؟ این فرهنگ قرآن نیست. و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، نشد با هم زندگی کنید، این خانم میخواد بره ازدواج کنه، شما میخوای بری ازدواج کنید، باشه. اما و آتیتم اهداهن قنطارا، ولو اون مال زیاد باشه، قنطار چیزی بهش دادید، بخشیدید، خریدید، قرآن می فرماید که
فلا تأخذوا منه شیئا، اینا رو به زور از زن نگیرید، نگید طلاقت باید. الان که بعضی عزیزان ما میان خانواده ها میگن نه تنها مهر رو بخشیدیم 5 میلیون 20 میلیون پولم دادیم که دخترمون رها بشه از این زندگی، مثلا نجات پیدا کنه، اینا فرهنگ قرآن نیست. 3 آدرس دادم اگه خواستید ببینید. امروز داریم بحث میکنیم آیه 49 احزاب، سرهوهن سراهن جمیل. آیه 229 بقره که تسریحن به احسان، تسریح یعنی رها کردن، طلاق دادن. آیه 30 و 31 سوره نسا که به صراحت میفرماید فلا تأخذوا منه شیئا. امام سجاد علیه السلام یه همسری اختیار کردن، این بعدن معلوم شد این ضد اهل بیت ناسبیه. حالا قبلا هم اینو گفتیم، ائمه ما قرار نیست تو همه زندگیشون از علم غیبشون استفاده کنن. گاهی شطور پیامبر گم میشد، میخوان برید پیدا کنید، نمیدونم کجاست. قرار نیست علم غیب یه ابزاری باشه برای همه چیز. اصلا علم غیب رو به امام دادن چون ظرفیت داره، لذا اگر از نحوه شهادت و مرگش هم خبر داره ترتیب اثر نمیده، میاد مسجد حضرت امیر، میاد کربلا امام حسین. علم غیب استفاده خصوصی نداره. بله امام اراده کنه چیزی رو بدانه میدانه، بعضی جاها نمیخواستن نمیدانستن، نمیدانست این زن ناسبیست، خب مجبور شد امام سجاد طلاق بده. کل مهریش هم ظاهرن 400 یا 500 درهم بود، آقا پرداختند. آمدن منافقین مخالفین دور این زن رو گرفتن، گفتن برو شکایت کن بگو آقا مهریه رو ندادی. آمدن پیش قاضی، قاضی به آقا گفت شما قسم بخورید که من مهر رو دادم، چون منکر میتونه قسم بخوره، انکار بکنید ادعای این زن رو من رأی صادر میکنم به نفع شما. آقا فرمودن من برای مال دنیا قسم نمیخورم، من دادم مهریه شو، میخواید قبول کنید؟ من قسم نمیخورم. گفت آقا شما قسم نخورید، قسم رو بر میگردونیم به این زن، او قسم بخوره. من خودتو میدونم. اون خانوم هم قسم خورد. آقا فهمدن برید 2 مرتبه مهریه شو داد، یه بار دیگه هم داد. حالا اون تونست بخوره نتونست من کاری ندارم، شرعن برای جایز نبود، اما حاضر نشد امام سوگند یاد کنه یا باعث یک در واقع درگیری تو این داستان فراهم بشه. عزیزان من اجازه میخوام 10 عامل طلاق رو امروز تو جامعه برای شما بشمارم و یه چند تا راهکار بدم، چون کلیگویی خوب نیست. حالا که بحث به طلاق رسید، عرض کردم ما 2 جورم طلاق داریم، من هر دوشو بحث میکنم. یک بحث طلاق رسمیه که زن و شوهر جدا میشن و تمام میشه، یکی هم الان طلاق عاطفی است. طلاق عاطفی یعنی زن و شوهرایی که زیر یه سقف زندگی میکنن ولی واقعا براشون خونه قبرستانه، زندان، ارتباط کلامی ندارن، ارتباط عاطفی ندارن، ادای زندگی در میارن. گفت هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. واقعا دلش توی خونه نیست. و خود آقایان عرض میکنم مسئول امور خانواده تو کشور میگن طلاق عاطفی 3 برابر طلاق رسمی است. من یه بار تو همین منبر گفتم، یکی از این استانها رئیس ثبت احوالش میگفت در سال 43 44 45 1 طلاق تو استان ما میگفت ثبت نشد. بعضی از این استانهای ما من رفتم خبر دارم، مثل استان سمنان مثلا، تا شاید اوائل انقلاب دفتر طلاق نداشت، دفتر ازدواج فقط داشت، کسی حاضر نمیشد دفتر طلاق بذاره. در این قوم همینطور. خب این طلاق رسمی است. اون طلاق عاطفی هم آمار مشاوره ها رو ببینید دیگه، آمار نامه هایی که ما میدن مردم جلو ما رو میگیرن، همم از همین مینالن، یا مرد میناله یا زن. چرا؟ ما پدر مادرامون اینطور نبودن، یه عمر با هم مهربان زندگی کردن. اجازه بدید من این 10 عامل طلاق رسمی رو اول بشمارم تا برسیم به اون بحث طلاق عاطفی. عامل اول، توقعات نامحدود و چشم و همچشمی. عزیزانی که این برنامه رو گوش میدید، کارشناسان امور خانواده، به این 10 عامل دقت کنید. چشم و همچشم،
خود بنده گاهی پیش اومده، همین چند روز قبل یه خانمی از یه شهرستانی مشکل جهیزیه داشتن، گفتیم باشه خانم ما پیگیر میشیم، مثلا یه یخچال برفاب، این یخچال هایی که ایرانی است، کالای ایرانی براتون میگیم بفرستن. گفتن نه، دو قلو باید باشه، خارجی هم باشه. خب شما که خودت بگی من ندارم، میخوام زنده، این چیه؟ میگه پسر دختر عموش یخچال. یکی از عزیزان ما که تو همین قمگاهی کمک میکنه برای جهیزیه، ما خودمون واسطه شدیم، مثلا یه چند تا تیکه اساس، یه فرشی، یه ماشین لباسشویی از یکی از این لوازم خانگی‌ها که اونم من میشناسم. اون آقا میگفت، اون آقای لوازم خانگی میگفت شما این دادید به ایشون، فردا آورد همشو گذاشت جاش یه یخچال دو قلو برد، مثلا 6 7 میلیون 8 میلیون نمیدونم چقدر قیمت. خب یه خورده آقا کوتاه بیایید، بالاخره این چشم و همچشمی لطمه میزنه، شما نمیتوانید، منجر به طلاق میشه. این توقعات نامحدود، این یک عامل. عامل دوم تزوق و تنوع طلبی، حالا تو خانوما خیلی کمتره متاسفانه، تو آقایون. جوان آمده 3 سال نیست ازدواج کرده، ببینید ساز یکی دیگر رو داره میزنه، رابطهش با یکی دیگه است. خب این درست نیست. اینا شما زندگیاتون باید به هم گرم باشه، جذب باشه. تا هم میگه کی چند تا ازدواج کرد، اسلام که من نکرده، فلان کار مستحبه، مثل اینکه زیر این آسمان تو همه مستحبات هم یکیشو پیدا کرد. خب تو نماز شب هم مستحبه، ختم قرآن هم مستحبه، عمرم مستحبه، زیارت امام رضا مستحبه، تو گشتی تو همه، یعنی واقعا بینی و بین الله شما دلت برای استحباب تو اسلام سوخته، این نیست. خب این موجب میشه مخصوصا زوجای جوان. حالا یه وقت یه افرادی در سنین بالا مشکلاتی دارن، بیماری هایی دارن، سختی هایی دارن، صعوبت هایی تو زندگی، اما تو زندگی های جوان این پسندیده نیست. امروز مشکل فرهنگ ما هم غیر از فرهنگ خیلی از کشورهای اطراف ماست، غیر از فرهنگ عراق، غیر از فرهنگ عربستانه، اصلا بچه های ما نمیپذیرن خیلی از این امور رو. این یکی از عوامل طلاق. عامل سوم دخالت بیجای اطرافیان، متاسفانه خیلی زیاد. خانواده های محترم تو زندگی بچه هاتون مراقبت کنید، نه دخالت. پیغمبر خدا، خب حضرت امیر علیه السلام، مادر همسرشون که از دنیا رفته بود، خدیجه کبری سلام الله علیها، نبوده. خب پدر زهرای مرضیه رسول گرامی اسلام، این ازدواج صورت گرفت. 2-3 روز بعد آمد خانه، علی جان دختر من چجور دختریه، چجور یافتی؟ یا رسول الله نعم العون علی طاعت الله، خیلی منو کمک میکنه به بندگی خدا، به اطاعت خدا. فاطمه شو کشید کنار، دخترم علی چجور مردیه؟ نعم البعل، خوب مردیه، خوب همسری. این میشه مراقبت. همون اوایل مشکل خانه پیدا کردن، چون خانه ای که حضرت امیر علیه السلام و زهرای مرضیه توی زندگی میکردن پشت بقیع امروز محله بنی نجار بود، یعنی شب عروسی اینا رفتن تو اون خونه. اون خونه کنار خونه پیغمبر نبود، فاصله داشت خونشون. خب حضرت زهرا هم سختش بود، یه مقداری هر روز پدر رو باید ببینه. بالاخره یه آقایی پیدا شد، یه خانه نزدیکتری داد به اینا. بعدم که خب پیغمبر یکی از این حجره ها رو اختصاص داد به حضرت زهرا، مشکل مسکن دارن، ورود پیدا میکنه. اینا گای می اومدن، مثلا حضرت امیر علیه السلام فرمودن فاطمه جان خیلی اوضاع اقتصادیمون خرابه، خیلی خرابه، شما برو از پدرت یه کمکی بگیر. زهرای مرضیه سلام الله علیها اومدن، پیغمبر فرمود دخترم من چیزی پیشم نیست. البته این مال اوایل مدینه است، بعدن اوضاع بهتر شده. فدک داده به پیغمبر خدا به حضرت زهرا، باغهایی رو داده، اینا مال اوایل مدینه است، سالهای آخر بهتر شد اوضاع. که در یه روایتی که اینم بگم اینجا جالبه، سید ابن طاووس در کشف المحجه، کشف المحجه بسیار کتاب خوبی است، فارسیشو میگم پیدا کنید تو بازار، به نام اخلاق عملی. این کتاب حرفای سید ابن طاووس به فرزندشه، نصیحت های یک باباست به اولادش،
ایشون برای بچهش یه کتاب نوشته. ما حاضر نیستیم گاهی 5 دقیقه با بچه‌مون حرف بزنیم، یه نامه بنویسیم. یه کتاب برای فرزندش نوشته، این کتاب تو بازار هست. سرور معظممون حضرت آقای نظری منفرد ترجمه کردن این کتاب رو، بسیار کتاب خوب و خواندنی است. یک دوره ایشون تاریخ و اعتقادات رو برای فرزندش نوشته. آخر این کتاب سید ابن طاووس میگه وقتی فدک رو پیغمبر خدا به حضرت زهرا بخشید، حضرت زهرا فرمودن بابا من احتیاجی ندارم، وضعم بد، زندگیمون خوبه، من که نباید خرج خونه رو تأمین کنم، با همسرمه، با امیرالمومنینه. در اونجا ایشون نقل میکند که جبرئیل به رسول خدا عرض کرد و پیغمبر خدا به حضرت زهرا فرمودن، خدا میفرماید چون مادرت خدیجه کبرا سلام الله علیها یه روزی همه ثروتشو داد در راه خدا و دین، این عوض اونه، فدک ما به تو میبخشیم به جای اون ثروتی که مادرت برای اسلام داد. اینم نکته دقیقی است، من شاید نگفته بودم قبلا. خب حضرت زهرا اومدن، بابا جان اوضاعمون خوب نیست، پیغمبر من چیزی ندارم، ولی یه دعا به دیات میدم بخون. یه ذکری به حضرت زهرا یاد داد، تو بعضی نقلا دارد تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها. اومدن خونه، چی شد فاطمه جان؟ هیچ، پدرم یه ذکری به من یاد داد، گفت بهتره، نعم الیوم، امروز خوب روزیه. حضرت زهرا فرمودن ذهبت للدنیا، ذهبت للدنیا و رجعت بالآخره، برای دنیا رفتم با آخرت برگشتم. حالا ما باشیم آقا چه برخوردی میکنیم؟ شما دخترتون رو بفرستید همسرتون رو بره خونه پدرش، برگرد یه دعا بهش یاد میده. ها دعا که خودم بلدم، پول بابات میگرفتی. نه، این میشود در واقع مسئله سوم، عامل طلاق، دخالت های بیجاست. چه کار دارید؟ بذارید زندگیشون رو بکنن. واقعا گاهی نمیذارن اطرافیا، نمیذارن تو عروسی، تو مراسم، تو خرید بازار. چهارمین عامل طلاق، عدم رعایت حقوق و مسئولیت پذیری است. بابا زن یه مسئولیت داره، مردم یه مسئولیت. 3 زن اومدن خدمت رسول خدا شکایت. این همه دعوا همیشه بوده، مال امروز نیست. یکیشون گفت یا رسول الله شوهر من غذا نمیخوره، لا یاکل اللحم، میگه من گوشت نمیخورم. آقا میشه منظور غذا درست میکنم مرد نخوره تو خونه؟ یکیشون گفت یا رسول الله شوهر من به خودش نمیرسه، عطر استفاده نمیکنه. میگه اینا مال دنیاست. یکیشون گفت یا رسول الله شوهر من به من توجه نمیکنه. اینقدر پیغمبر ناراحت شد، اومد مسجد همه رو جمع کرد، فهمود حالا تعبیر من این بازیات چیه در میارید. من هم گوشت میخورم، هم عطر میزنم، هم به همسرم توجه میکنم، هم غذای خوب میخورم، هم هر روز روزه نیستم. شما یه تیکه این حدیث رو تو عقدا میخونید، که حالا تازه این یه تیکه هم حدیث نیست، برداشته از حدیثه، ان نکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. این برداشته از این حدیثه که فرمود اینا سنت منه و ان نکاح من سنتی. فرمود سنت من عطر، غذای خوب، ارتباط با خود. برخورد میکردن. آمد خانه، من بازم این حدیث رو خوندم ولی تکرار میکنم، آمد خانه، حولا یه زن عطر فروشه، عطر میورد گاهی برای پیغمبر، اونجا بود. حضرت فرمودن که عطر جدیدی داری؟ ازش گرفتن، بعد بهش فرمودن که عطر خوب دست مردم بده، کم کارت نذار. فروشنده عطر بود. عرض میکنم پیغمبر خدا عطر خیلی میخرید، تو عطرم خیلی چانه نمیزد. ایشون گفت یا رسول الله من برای کار دیگه اومده بودم، برای عطر نیومده بودم. فرمود همسر من اصلا التفاتی به زندگیش نداره، توجهی نمیکنه. فرمود برو بهش بگو رسول خدا فرمود مردی که به همسرش توجه کنه، توجه کنه فقط، کل مجاهد فی سبیل الله بالسیف، مثل رزمنده ایست که تو جبهه های جنگ داره می جنگه. 2 فرشته میان او رو در بر میگیرن، لطف خدا شاملش میشه. برو اینا رو بهش بگو. خب بزنید شما تو فضاهای مجازی، حالا الحمدلله همتون بلدید، بزنید روایت حولا، هی جیمی مثل حوله نوشته میشه، آخرش الف داره، روایت حولا، مفصلش رو بخونید ببینید چی فرمود پیغمبر. 4 عدم رعایت حقوق. عامل 5
عدم شناخت زن و شوهر از یک دیگر. ازدواجای احساسی، یه ترم رفته دانشگاه میخواد سر یه هفته ازدواج کنه، بعد از هم میپاش. صبر کن عزیز من، عجله نکن. عدم شناخت و عدم تناسب، اینی که فرمود علیکم بالاکفاء کوفف، بابا فرهنگتون به هم بخوره، رفت آمدتون به هم بخوره، خانواده هم دیگه رو بشناسن، یکی از عوامل. عامل ششم، خشونت، بدخلقی مرد، بدخلقی زن. خب حالا بعضیاش ذاتیه، بد اخلاقن ذاتن بعضیا، ولی بالاخره قابل کنترل. امروز روانپزشکا دارو میدن برای وسواس، شوک میزنن برای وسواس، دارو میدن برای اعتدال اخلاق. امروز علم پیشرفت کرده، روانشناسا گفتگو میکنن با افراد. عامل هفتم، تفاوت فرهنگ ها. همون که اشاره که گاهی فرهنگ ها به هم نمیخوره، خودشون میخورن، خانواده ها به هم نمیخورن. بالاخره خوب فرهنگیان از فرهنگیان، روحانیون از روحانیون، حتی المقدور مشاغل مختلف تو خودشون این ازدواج ها صورت بگیره یا نزدیک به هم باشه. بالاخره ارتباطشون یه ارتباطی باشد که همدیگر رو درک میکنند. عامل بعدی، عامل هشتم، کاهش فرهنگ گذشت و فداکاری و ایثار. بابا بگذاریم، پسری دارد امام صادق به نام اسماعیل، بسیار آدم خوبیه، ما سر قبرش هم میریم، شما میرید تو قبرستان بقی هست. این آدم همون کسیه که امروز فرقه اسماعیلیه او رو امام میدونن و خیلی هم بهش معتقدن. اسماعیلی ها یا شش امامی ها او رو امام میدونن، پسرش رو، خودش رو. اسماعیل البته امام نبوده، قبل از امام صادق از دنیا رفته، بسیار مرد متدینی است، ولی خب یه خورده بد اخلاق بود، یه خورده بد اخلاق بود. یه روز تو خونه عصبانی شد، دست رو زنش بلند کرد، زنش هم قهر کرد رفت. رفت، اسماعیل مریض شد، افتاد به بستر. اینایی که خیش هستن، رابطه شون با خدا صمیمیه، یکی از نشانه های لطف خدا به بنده اینه که زود مچشو میگیره. تو روایات داریم اگه پاتون به سنگی خورد، چیزی به چشمتون رفت، یا مثلا اتفاق تو زندگی، بگردید ببینید قبلش چه کار کردید. برعکس، حالا کافر آدم هم بکشه هیچیش نمیشه. فرعون این همه سال دعا خدایی کرد، یه سردرد هم نکرد. آدم های خوب ها، یعنی قانون دنیا اینه ها، محصل خوب 20ش بشه 19 معلم میخوادش. بابا من 19م، با اون نمره 4 کار نداره، با اون نمره 5 کار نداره، این حیفه، این نباید 20ش بشه 19. بابا تو بیار بچت اگر آدم خوب باشه زود میخوانش، زود باش برخورد میکنن. مریض شد، امام صادق علیه السلام رفتن دست عروسشون رو گرفتن. پدر شوهرها دقت کن، یه کادویی هم براش بردن، یه هدیه ای. بعدم فرمودن پسر من به کیفرش رسید، این مریضی کفاره اون دستیه که رو تو بلند کرد، ولی وقف زنبه، تو بگذر ازش، بگذر، نادیده تمام شد. ببینید آقا، گذشت نیست. پدرزن و داماد به جان هم افتاده بودن، ناسزا، کتک، عصبانیت. مفضل رسید به جانشون. مفضل از اصحاب امام صادق گفت چه کار میکنید؟ گفت این داماد فلان فلان شده 400 درهم از من گرفته، نمیده. مفضل گفت چرا نمیدی؟ گفت بابا بهش دادم، این پیر شده، حافظش از دست رفته، میگه ندادی. بابا پول میدید میگیرید، سند بگیرید. قرآن طولانی ترین آیهش تو قرآن راجع به قرض، میگه سند بگیرید، بعدا قاطی نکنید، منکر نشید. بالاخره نه این زیر بار میره نه اون. مفضل رو کرد به این پدر خانم، گفت آقا مشکل با 400 درهم حل، بیا این 400 درهم. خوشحال شد، تمام شد، روی دومادشو بوسید و رفت. دعوا سر 400 درهم. بعد اون داماده یا اون خود اون مرد به مفضل گفت که این پول از کجا دادی؟ گفت میخوای بدونی از کجا؟ از امام صادق. امام صادق یه پولی پیش من گذاشته مال همین موارد، که اگه واقعا آقا بعضی اوقات اگه دعوا دختر و دومادت سر پوله، وارد شید حلش کنید، نذارید گیر پیدا بشه. سر یه مسائل ساده است گاهی، بسیار، انقدر آقایون
من خواهش میکنم، حالا نمیخوام توصیه کنم به فضاهای مجازی، ولی امروز خودم یه لحظه زدم عوامل و دلایل طلاق مثلا توی دادگاه‌های ما، یه چیزایی میاد خندتون میگیره، اینقدر مسخره است عوامل بعضی طلاق‌ها، اونقدر ابتدایی و پیش پا افتاده است که حد نداره. شما برید تو این مراکزی که شورای حل اختلافن ببینید چقدر گاهی بحث طلاق ریشه هاش مسخره است، غیر قابل استناده. عامل نهم که من اینجا نوشتم، عدم آشنایی با مهارت. من تو بخش بعدی الان سری میگم این راهکارشو. بابا مهارت ندارن، نمیدونه این دختر خانم تو خونه باباش تو ناز و نعمت بزرگ به شوهرداری یعنی چی. من تقاضام اینه این برنامه پخش میشه، صدا و سیما شبکه ی خانواده راه اندازی کنه. بابا الان تو بعضی کشورها وزارت خونه گذاشتن برای این بحث، وزارت امور خانواده یا امور مجردین، یه وزارت خونه گذاشتن. شما تو این مملکت 12 میلیون مجرد دارید، شما تو این مملکت 10,000 مطلقه متوفا، خانواده های با اختلاف. نگید شبکه مثلا یک نمیدونم دو کدوماش بحث خانواده داره، نه، یک شبکه خانواده، فقط آموزش خانواده. خانواده که میگم یعنی پدر و مادر، همسر، فرزند. نه با سخنرانی باز بیاید سراغ ما بیا مصاحبه کن، نه، فیلم، سریال، برنامه های آموزشی، نه تکرار. دارن میبرن از دست شما. بلده چجوری خراب کنه، ما بلد نیستیم چجوری درست کنیم. سریال، فیلم، شبکه خانواده مستقل میخواد این مملکت. کتاب های درسی بچه های دانش آموز درس مستقل میخواد برای امور خانواده. مهارت نیست، دنیای هم باید بشناسن. زود ازدواج سر نگیره، 2 ماه 3 ماه قبلش اینها آموزش ببینند. اینم عامل نهم. عامل دهم که خودش چند تا عامل میشه، من نوشتم علل خاص، مثل اعتیاد، مثل بیکاری، مثل بیماری، اینا علل خاص. خب اینا هم کم نیست، خود اعتیاد یه معضلیست واقعا، بعضی خانواده ها درگیرن، یا خود بیکاری و شغل خودش یه بحثیست. در این حال باید اینها کارشناسی بشه. این نکته اولی که میخواستم بگم که حالا راهکارارم یواش یواش ضمنش گفتم. نکته دوم رو اون بحث طلاق عاطفیست که دیگه وقت گذشت. من توصیه‌ام اینه مهارت گفتگو تو خانواده ها، تو منبرها، تو کلاس ها، تو همون شبکه‌ای که گفتم یاد داده بشه. چجوری آدم با زنش حرف بزنه؟ چجوری مرد با زن با شوهرش حرف بزنه؟ این طلاق های عاطفی هم یه خطری تو زندگی ها، یعنی افسردگی، نگرانی، تو خانه به هم ریختگی. خب خانه، زن و شوهر باید عامل آرامش باشن، لتسکنوا الیها. اینها تو کشور ما اگر براش فکری نشه، آمار طلاق بالاتر خواهد رفت، بدتر خواهد شد که بهتر نخواهد شد. با حرف و منبر و سخنرانی و فریاد زدن آی طلاق آی طلاق مشکل حل نخواهد شد. من خدمت مقام معظم رهبری بودم، سال گذشته بود ظاهرن یا سال قبلش، گروهی برای این بحث خانواده اومده بودن. ایشون فرمود با حمایش مشکل حل نمیشه، برید راهکار پیدا کنید برای ازدواج آسان، برای طلاق سخت. راهکار اونی که من امروز عرض کردم ایجاده. ببینید هیچ رسانه‌ای به اندازه صدا و سیما تو مردم اثر نداره. شما انقدر تبلیغات کردید، ببین الان طرف خودش کمربندو میبنده، احساس میکنه که خطر داره. مثلا عرض میکنم انقدر تبلیغات مؤثره، میشود این مهارت ها رو تو یک شبکه رسمی و آقایان اگه این کارو نکنید دیگران میکنن و دیگران به نفع خودشون میکنن. جای زندگی های عاطفی شما زندگی های غربی میذارن، سبک زندگیتون رو عوض میکنن. باید بره به این سمت. شما چطور شبکه فیلم دارید، کودک دارید، شبکه ورزش دارید؟ خانواده صبح تا ظهر تا بعد از ظهر تو خود، خانوما تو خانه غالبا پای تلویزیونن، برنامه دارید، شبکه باید باشه، مستقلا این بحث ها رو دنبال کنه. خدایا به قوام خانواده ها بیفزای، ریشه اختلاف رو در میان خانواده ها ریشه کن، بگردان.
ربنا.